یا رسول الله، یا رسول الله، یا رسول الله. فرزندان غیور ایران اسلامی در نیروی زمینی سپاه امروز اداره کننده مرحله دیگری از نهمین رزمایش پیامبر اعظم بودند. منطقه عمومی سیریک، جاسک، از کوه مبارک تا منطقه گتان در استانهای جنوبی و جنوب غربی کشور شاهد رزم مثال زدنی فرزندان سپاه در صحنه امروز رزمایش بود. اینجا محل اتصال خلیج فارس با دریای عمان است. امروز یگانخواهی تقاور، زرکی، مکانیکزه، هوابرد، پیاده، توپخانه، یگانخواهی ویژه، واکنش سریع، یگانخواهی پهپاد، گردانخواهی بسیج و واقعیت‌های پشتیبانی رزم اوج نظم و هماهنگی خود را برای روزهای سخت و حساس رزم تمرین کردند و تاکتیک‌ها و روش‌های عملیاتی و امنیتی خاصی را برای به زانو درآوردن دشمن نشان دادند. نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز در ده لشکر و 300 نقطه عملیات‌های مختلف مقابله با دشمن را تمرین کردند. در این مرحله سپاهیان اسلام با عملیاتی کردن تجهیزات پیشرفته رزمی، خودباوری و خوداتکایی و عزم جدی جوانان نخبه این مرز و بوم را در پاسداری از کیان ایران اسلامی به نمایش گذاشتند. نکته مهم تمرین شیوه های دفاع و مقابله در شرایط مختلف و خاص رزمی و امنیتی بود. ما میخواییم محاسبات دشمن رو دقیق کنیم که فکر کنن اگر بخوان حرکتی انجام بدن در دریای آتش اینچنینی غرق خواهند شد. سپاه میخواست گوشه از قابلیت سازمان های رزم متنوع و متفاوت خود را جهان ببیند و بداند نسل جوان و پایکار سپاه با ارتقاء توان و قدرت خود هوشیار و آماده و با انگیزه است و در مقابل هر تهدیدی خودی نشان می‌دهد. کوههای حاشیه خلیج فارس انبوهی از مواضع مهم رزمی رو در خود پنهان کرده که به گفته کارشناسان نظامی سپاه هیچ کدوم از این مواضع قابل کشف نیست و حتی دشمن با آخرین تکنولوژی‌های ماهواره‌ای خودش هم نمیتونه این مواضع مهم رزمی سپاه رو کشف کنه. اونچه که ما تا الان شاهد هستیم در این صحنه کاملا تاکتیک ها، تکنیک ها و قدرت آتش ما و ابتکاراتی که به کار رفته برتری داره بر وضعیت دشمن و کاملا بر دفاع و غلبه بر دشمن مطمئن شدیم. در این مرحله از رزمایش پیامبر اعظم انواع موشک ها، سلاح های ضد بالگرد، سلاح رمیت، مین های جهنده و پرنده های بدون سرنشین تست شد. ما الان رمیت و حامی و آرش و کل سلاحایی که مخصوصا دهلاویه که جدیداً توی سازمان رزم نیروی زمینی قرار گرفته امروز با ستون فرضی دشمن آزمایش شد که الحمدلله بسیار قشنگ جواب داد. دشمنان ما من فکر میکنم میدونن، یعنی اونها رصد میکنن ما را و توانمندی های بچه های ما را میدونن و برای همینم در واقع چند سال اومدن دنبال تجاوز بودن که اگه بتونن، ولی هرچه نگاه میکنن توامندی ها را میبینن، میبینن که نمیشه. خیلی خلاصه بگیم بهتر گزینه‌ای که ادعا میکنن و میدونیم جرأت ندارن از روی میز عمل بکنن دیگه حرفش هم نزنن. بینندگان عزیز، همونطور که مشاهده میکنید سپاهیان اسلام سلاح‌های مجهز و جدیدی رو در این رزمایش در حال آزمایش دارن، سلاح‌هایی که میتونه در مقابل دشمن و هر تهدیدی مقابله جانانه کنه. این رزمایش بر اساس تاکتیک‌های جنگی قوی‌ترین قدرت‌ها و دشمنان ایران اسلامی تمرین می‌شود و رزمندگان اسلام با نمایش قدرت خود ثابت می‌کنند توانایی مقابله با هر تهدیدی را دارند. به طور دائمی نیروهای مسلح چه سپاه و چه ارتش جمهوری اسلامی ایران در جهت حفظ و اقتدار قدرت دفاعیشون کار میکنن. این تدبیر فرمانده کل قواست که یک لحظه نباید غفلت بکنن از نسبت به آمادگی رزمی خودش. برای آگاهی بیشتر از جزئیات مرحله دوم رزمایش پیامبر اعظم گفتگو میکنم با سردار پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه. سردار سلام، گزارش روز دوم رزمایش رو دیدیم. بفرمایید مرحله زمینی رزمایش امسال چه تفاوتهایی با رزمایش‌های قبلی داره؟ بنده هم بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان محترم. نهمین رزمایش پیامبر اعظم نیروی زمینی سپاه که امروز در حواشی
خلیج فارس و در استان هرمزگان برگزار شد با ترکیب یگانهای تکاور و یگانهای زرهی و یگانهای هوابرد و گروه های توپخانه و مهندسی اجرا شد. تفاوتی که رزمایش امسال با سالهای گذشته و با رزمایش های پیامبر اعظم 8 و 7 و 6 داشت این بود که ما در هر کدوم از این رزمایش ها یک هدف خاص تاکتیکی رو دنبال میکنیم. در این رزمایش عمده بحث های پدافند غیر عامل و استفاده از تجهیزات و ادواتی بود که توسط جهاد خودکفایی نیروی زمینی سپاه ساخته شده بود و در اختیار یگانهای رزم نیروی زمینی قرار گرفته بود. الحمدلله ما در این رزمایش تمام اهدافی که از پیش تعیین کرده بودیم این هدف‌ها رو محقق شد و ما در یک وسعت بسیار زیادی از منطقه جنوب کشور و توسعه پیدا کرده بودیم. قریب به 10 لشکر و تیر و چندین گروه توپخانه و زرهی در این رزمایش شرکت داشتند که تمام اون موضوعاتی که از بحث تاکتیک و شیوه های نبرد مد نظرمون بود اینجا تمرین شد. خب ما در طول سال تعداد زیادی از یگان ها هم آموزش های تئوریک میبینن در پادگان ها و هم تمریناتی که در پادگان ها میبینن بایستی بیایند و در میدان های عمل و در میدان های حقیقی تمام اون آموزش هایی که دیدن رو ارزیابی کنیم و عملا به ما نشون بدن که الحمدلله تمام اقداماتی که در این رزمایش انجام شد دقیقا برابر اون آموزش هایی بود که در پادگان ها و در مراکز آموزشی به اونها ما آموزش داده بودیم. خیلی متشکرم از شما سردار پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.